سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین هر جایی که هستین. من امروز یک الگوی کد قیچی میکنم و خواستم اول روی الگو بکشم تا شما بهتر بفهمین. من یک مقوا رو گرفتم، از اینجا 12 سان خط میکنم، از بالا تا پایین 12 سان و این رو به این شکل خط میکنم. از اینجا من 7 سان روی پارچه، خب من روی پارچه وقتی قیچی میکنم راحت تر هستم و زیاد الگو نمیکشم. راستش زیاد من با الگو راحت نیستم، من روی پارچه راحت تر هستم و این به خاطر که روی پارچه زیاد دیده نمیشه، همی خداش زیاد دیده نمیشه و خواستم روی الگو بکشم که شما بهتر بفهمید. الگوش میکشم اول، باز ازش پیرن میدازم. این حالی از اینجا از 7 سان به این طرف من سرشانه رو میگنم هر چقه که هستین، از من 20 سان دست. باز از اینجا از خدی طرف 7 سان فاصله یخنه میگیرم، یعنی او 7 سان اضافه است به طرف. از اینجا هم القاستینه میگیرم. من گفتم القاستینه زیاد دقیق نمیگیرم، اگر شما دقیق بگیرین، اما 22 سان خوب است که 22 سان در 3 سان شون در سر شانه رو قیچی میکنین، اضافه سر شانه رو 3 سان در طرف میره و بخیش. اینجا اما چقوری یخن است که چقدر بخواین یخن باز بیایم. من 25 سان میگیرم از این، اگر تا 30 سان در میگیرین خوب است، هر چقدر بخواین که یخن تان بازتر بیایه. و از اینجا همی چقوری یخن، یعنی امو بازی یخنه زیادتر میگیریم. تا 20 سان هم خوب است، ما 25 سان گرفتیم. خوب یخن زیاد کلان نیست، در اصل این مدل یخن یخنش باید کلان باشه. یخنش کلان قیچی میکنی، خوب کلان وقتی قیچی کنیم لوچ میایه، زیرش یک تاپ یه چیزی باز پوشیده میشه. از اینجا 8 سان میگیرم. امی بریشه بری امو پشت یخن دور میخوره، در پشت یخن 8 سان میگیرم که 1 سانش در دخت میره، امو 7 سان میمونه که یعنی 2 تقسیم میشه، این به این قسم 2 لا میشه بری پشت یخن، یعنی 3.5 سان 3 سان بانه خوب است. و همیشه سعی کنین اگر دراستر باشه، خب ببینین از من دراستر هسته، من اول 12 سان گرفتم، من فاصله پشتی یخنه، اما در پشتی یخن که دار میخوره هیچ وقت سعی نکنین اینجا رو کم نگیرین، یک ذره اضافه تر بگیرین. اگر اضافه بود پس هم قیچی میشه، وقتی که پشتی یخنه چسبانین با هم دیگه، وقتی آخر اگه اضافه بود قیچی میشه، نسعی کنیم که کم نباشه. اگه کم باشه یا باید تیکه بیدی یا یکی کلان خراب میشه. همیشه سعی کنین چند سان اضافه بگیرین، اما 12 سان 13 سان همی فاصله پشتی یخنک بگیرین خوب است، اگه اضافه بود قیچی میشه خیر است و کم نباشه. و از اینجا هم دور بغلش میگیرم و دور بغل میگیرین، سعی کنین که امی فاصله ای که تکمه میشه، 2 سان 3 سان که روی هم تکمه میشه، او را اضافه بگیرین از نسبت امو اندازه ای که هست اضافه بگیرین. خب این خب پیش زیر سرخونی داره، زیاد تو چی نمیشه، دکمه نمیفهم که شاید هم بسته نکنه، ولی من خیلی کم گرفتیم برای دکمه، جایی برای دکمه خیلی کم گرفتیم. سرشانشه 3 سان زنون. و
من خیلی وقت بود که از این مدل ندخته بودم، یعنی کاملا به فراموش کرده بودم که چه قسم دخته میشه. و امروز میخواییم بدادم یک تازی، البته دختم، یعنی همین الگو شکل کشیدیم. ما اول روی الگو کشیدم، بازی پیران دختم آماده است پیرانشون، کودشه کود صرافون است. ما اول روی الگو کشیدم که شما بفهمین، به خاطر که روی پاچه زیاد دیده نمیشد. و این خیلی کودی مقبول است، مقبول میایه و برای پارچه های ساده باشه خوب خیلی خوبتر است. باز من پارچه ام گلدار است و خاطر امو دیگه نمیشد روی پارچه هم روی الگو و شما آموزش دادم. از اینجا بالاتر نخواهم آمودم 37-38 تا 40 باشه خوب است دیگه، از زیاد نباشه به خاطر که امو قسمت کمر میشه. از اینجا هم بستگی دم سایز نفر داره که چقدر باشه. هم تقریبا 12 سان، ببخشین 13 سان دینا باشه خوب است. 12-13 سان من فایفه را اینجا همو تو خط کردم که شما میخوانیم که کجا خط میشه. باز من در روی تیکه این از روی از خط نمیخونم، در روی تیکه من همو تو قلم یا قد صابون خط میخونم. فایفه هم همو بالای فایف 12 سان باشه، پایین 16 سان رو میگیرم، یعنی تا 20 سان رو میتونیم بگیریم پایین. و هم بستگی در سایز نفر داره، اگر زیاد لاغر باشه میتونیم تا 20 سان رو بگیریم که امونو که ساسون و پایین به قسمت روی باسن بگیریم. ما اینجا فقط امی پیش بولیدم پیش کده برای شما توضیح دادیم و پشتش نیست، پشتش ساده است. اگر خواستین ببینین باز اون ویدیویش که ماندم ببینین، من پشتش هم ساده قیچی میکنم. و مهم امی یخانی کد بود که در اینجا توضیح دادم که امی یخانش سخت تر است، پشتش ساده است، زیاد سخت نیست. و ما از اینجا یک خط میزنم ببینین. برای این خط من البته خط دار نمیکنم، از من ساده است. اگر برای او ترک دار باشه، از این ترک دارا باشه کد، از اینجا میتونین قیچ کنین را ترک دار بزنین، یعنی کلان تر بگیرین قیچ کنین اینطوری ترک دار بزنین و یک قسمت ساسونم یکم در میارین. و این کتاست، این الگوی ما کتاست، اندازه قد این نفر نیست. کاغذی ما امیقه بود، باز ما پایینش یک کاغذ دیگر هم اضافه چسب میزنم. اما یادی ما رفته خیلی وقت است میگم از این مدل ندخته. من یادی رفته که اصلا نمی کد نامش چی بود. اگر کسی یادش هست در کامل نشته کنن من ها میگم یخنه چی میبود در فارسی دیگه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و چیزی یاد بگیرین و امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و منتظر ویدیوی بعدی ما باشین که من از این مدل یک تا کود صرافون هستم و سعی چی میکنم میدوزم و از اول تا آخرش باز بر شما نشان میدم چه قسم دختی همین دختر میشه. خدا حافظتان تا ویدیوی بعد.